برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. بینندگان گرامی، خوش اومدیم به برنامه ما در تلویزیون تایم تیوی. من سیامک هستم، جوانی معتاد در حال بهبودی و 31 سال و 1 ماه خورده ای پرهیز از هر گونه مواد مخدر و الکل و قدری هم بهبودی. در خدمت شما هستیم که ببینین چگونه روابط در جامعه ما شکل میگیره، چگونه ما در مراحلی دست همدیگر میگیریم و به نوعی همنادوستی، میهندوستی، نوعدوستی رو نشون میدیم در زندگیمون و عشق و محبت و مسئولیت به تمام افراد فرهنگمون، اجتماعمون، ایرانی ها. البته میدونم خیلی از ما به غیر از ایرانی هم هر کمکی بتونیم میکنیم، ولی خب در درجه اول باید به خونه خودمون، به هموطنمون بپردازیم. اینجا در خدمت دو تا دوستان خیلی خوبی هستم من، بهرام جون و فرشته خانم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. فقط یه مختصری با عزتتون، من قبل اینکه شما خودتون معرفی کنیم، من راجع به رابطه‌ام با شما، چگونه باهاتون آشنا شدم، بهرام جون اطلاع بدم دوستان عزیز. من چند هفته پیش با یکی از دوستان خوبم بهروز جان آشنا شدم که سالهاست ایشون رو دورا دور میشناسم، چند بارم از نزدیک دیدم، با ما همکاری میکنم برای وبسایتمون و مسائل دیگه که ما رو به جامعه معرفی کنن بهروز جان. و هفته پیش بهروز راجع به دوست جدید و خوبش پرهام صحبت کرد و من خیلی تحت تاثیر قرار داد، گفتم من دوست دارم این جوون رو ببینم و حالا خب بیشتر متوجه خواهید شد که چرا من این نیت در من یا تعهد در من ایجاد شد. واقعا شما مگه با پرهام رابطه ایجاد کنید، نزدیک بشید، ببینید چقدر این جوان دوست داشتنیه، چقدر بچه روحانیه، پر از عشق و دلتون تکون میخوره. واقعا شما به تیم ما ملحق میشین که ببینید چگونه بتونین دست این دوست عزیز ما رو بگیرید. و با هم قراری گذاشتیم در یه رستورانی در ایرواین و برای اولین بار یک شنبه قبل، اگه اشتباه نکنم درست یک شنبه قبل پرهامو دیدم و کاملا عاشقش شدم. گفتم جمعه تو اصلا نگار که داداش منی، نگار که برادری هستی که سالها ندیدم، یه همچه حالتی و متعهد به این که این برادر چقدر کمک احتیاج داره، چگونه به اینجا رسیده، چقدر واقعا شهامت به خرج داده که بتونه خوش اینجوری نگه داره، تمام داستان زندگیش منو کاملا تحت تاثیر قرار داد. دوستان عزیز حالا خودتونم خواهین شنید که از کجا شروع شد، چگونه ایشون از یه جوان ورزشکار فوتبالیست که معروف بود، شاید انشالله یه به تیم ملی هم میتونست بره، به صندلی های چرخدار رسید، کارش چگونه به اینجا رسید و چگونه جنگیده با زندگیش که خدای نکرده افسردگی، استراب و اینا ایشونو به مواد یا به گوشه اتاقی نندازه که دیگه تسلیم زندگی بشه، همچنان داره برای بیدار شدن و پاخیستن لیترلی، یعنی واقعا بلند شدن سر پاخیستن می جنگه و مطمئنم که این روزا ما نتیجه شو خواهیم دید و یه روز با کمک شما هموطنان گرامی پرهامو دوباره سر پا می‌بینیم که بتونه از پاهایی که فلج شدن از کمر به پایین اتتون استفاده کنه. خوش اومدی پرهام جان. قربان شما. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان برنامه تماشا تی وی. من پرهام هستم، داشتم می‌رفتم سمنان برای کار فارغ التحصیلی دانشگاه، متاسفانه در حین رانندگی دچار سانحه شدم، از ماشین پرت شدم بیرون و نخای من آسیب دیدش و در حال حاضر از تاریخ سپتامبر 2008 24 سپتامبر 2008 6 سال هستش که قادر به راه رفتن نیستم و روی صندلی چرخدار هستم. خوشحالم از اینکه منو دعوت کردید به برنامه‌تون آقای افشار و خوشحال از اینکه در خدمت فرشته هستی هستم. من از اون موقعی که این اتفاق واسم افتاد خیلی تلاش کردم، یعنی دکترها به من گفتن که واسه ادامه معالجات و اینا یا باید بیای اسرائیل یا باید بیای آمریکا، که متاسفانه اسرائیل به خاطر روابط سیاسی که با ایران داره و اینا نتونستم و خیلی تلاش کردم تا بالاخره با مشقت فراوان خودم تونستم با آمریکا رسوندم. الان تقریبا
سه سال هستش که تو آمریکا زندگی میکنم و خدا رو شکر از شرایطی که دارم. Very good. مطمئنم که داستانی که چگونه این سه سال گذشته برای ایشون و چگونه خوش به آمریکا رسون همه شما دوستانو تکان خواهد داد. ولی زه بدین که با فرشته خانم هم یه سلام علیکی بکنیم و ببینیم فرشته خانم شما چگونه با پرهام آشنا شدین و چه انگیزه در شما اینجا شد، چرا اینقدر میخواین کمک کنیم به پرهام؟ سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز این برنامه و تشکر از آقای سیامک افشار به خاطر شخصی که هستن. من قسمت بود که پارسال خدمت آقای سیامک افشار برم منزلشون و دیدم چقدر با عشق و چقدر کمک دارن میکنن به خیلی از جوانامون که اسیر اعتیاد شدن و فقط به خاطر اینکه یه آرامشی به دست بیارن و اکسکیوزی باشه برای اینکه نخوان با مشکلشون روبرو بشن دچار اعتیاد شدن. و آقای سیامک افشار بعد اساتید دیگر خیلی با عشق به اینا کمک میکردن و واقعا میخوام از خودشون تشکر کنم به خاطر شخصی که هستین و ایشالله که موفق باشین در این راه، پاینده باشین. مرسی. و اینکه حکمتیست در آشنا شدن ما انسان ها. من پرهام عزیز و پارسال در یه ایونتی مشغول رقصیدن بودم و دیدم که پرهام رو ویلچر گوشه استیج نشسته. یک لحظه بهش نگاه کردم، گفتم ما اینقدر شکایت میکنیم از صبح تا شب از زندگیامون، فقط کافیه یه لحظه جای این آدم خودمونو بذاریم. ببینید اگر ما یه پا نداشته باشیم، دست نداشته باشیم، یه انگشت نداشته باشیم، چقدر زندگی برامون دشوار میشه. پرهامو که دیدم خیلی دلم میخواست برم باهاش دوست بشم، برم ببینم اصلا چه اتفاقی براش افتاده. مدت ها بود توی آمریکای ایرانی اینجوری توی جمعیت ندیده بودم، ولی نشد. و فرداش باز هم بر حسب اتفاق پرهامو دم هولسام چویس دیدیم که خیلی خوشحال شدم. گفتم وای من چقدر دلم میخواست با تو دوست بشم پرهام جان، دلم میخواد بیشتر راجبت بدونم. و قرار شد که پرهام بیاد مدیتیشن های من، چون من 10 سالی منزلم توفیقی داشتم که مدیتیشن داشتم و دوست داشتم به همه آرامش بدم، کمک بکنم. پرهام وقتی اومد کلاس های مدیتیشن خیلی خوشش اومد و من بیشتر واقعا یه انرژی داشتم که فقط میومدم به پرهام میگفتم من مطمئنم تو دوباره راه میری، من مطمئنم تو خوب میشی. نمیدونم از کجا این اطمینان می اومد، ولی از ته دل دلم میخواست بهش کمک کنم. واقعا دلم میخواست دو تا پا بشم براش و راه برم. به هر حال ما هممون یه چیز زیبایی که در وجودمون کاشته شده عشق، همتونم میدونین، همتونم عاشق هستین، در تک تک ما این گوهر الهی هست و اصلا دلمون نمیخواد ناراحتی و غم یک بشر دیگر ببینیم. دلیلی که اینجا هستم امروز واقعا فقط به خاطر اینکه بتونم مثمر ثمر باشم برای پرهام عزیز، بتونم پیاممو به شماها برسونم. عزیزان من هر کمکی میتونین از دستتون برمیاد، چه در زمینه پزشکی چه در زمینه های دیگه به پرهام بکنین، خیلی ازتون ممنون هستیم. واقعا به خودتون کمک کردین، چون اینطور که بشر امروز به این نتیجه رسیده که واقعا هممون سلولای پیکر هستیم، خودتون از احساساتتون میتونین اینو بفهمین. به هر صورت خوشحالم که اینجا هستم باهاتون، دارم این درد دلو میکنم که چقدر سخته برای انسانی که در یه تصادف، یه سانحه، یک آن پاهاشو از دست بده. کسی که فوتبالیست بوده، تالنتد، بسیار درس خون، فعال، و کسی که اصلا برای مسکن دنبال هیچ نوع موادی و اعتیادی نرفته. پرهام نمونه ایست، واقعا بهش همیشه گفتم تو اصلا این اتفاق در خدمت تو اومده که تو بتونی رشد کنی و اینکه پیام که باید به همه بچه های دنیا بدی اینه که واقعا قدر خودتون رو بدونین. و حیفه که به خاطر خیلی چیزای ساده که میشه با راه حلای دیگه ای اونا رو حل کرد به سمت مواد بریم و دنبال کامفورت زونمون باشیم. خیلی ممنون. من جاشه که بگم خدمتتون دوستان عزیز
یک شنبه که با پرهام برای اولین بار در یه رستوران در ایرواین نشستی داشتیم، خدمت بهروز جان بودیم و فرشته خانم، همونجا من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. شاید اون تجربه‌ای که فرشته خانم در اون مهمونی در اون جشن داشتن و در حال رقص یاد پرهام دیده بودن و اون آگاهی یا بیداری درشون ایجاد شده بود که چگونه ایشون میتونن تمام اعضای بدنشون تکون بدن، برقصن، هر کاری دوست دارم بکنم، ولی یه جوونی سن 31 سال تحصیل 32 ساله نشسته یه گوشه و نمیتونه این کار کنه و شاید به نحوی فرشته خانم هم قدردانی بیشتری به خاطر اینکه تمام ارگان‌های بدنشون رو میتونن لمس کنن، تکون بدن، درشون ایجاد شده. در منم ایجاد شد وقتی که داشتم رانندگی میکردم با دوستان خودبسی کردم و قرارهای مربوطمون رو گذاشتیم، تو راه داشتم میدم خونه، باور کنین دو سه تا قطره اشک تو چشای من بود. این اشک اصلا اشک غم نبود و برای پرهام هم نبود، خیلی رک بگم، برای قدردانی از پروردگار بود بسیه داشتن اعضای بدن. مخصوصا منی که سه بارم اووردوز شدم و واقعا باید از این دنیا میرفتم، من الان سالم تندرست ماراتون میدوم و بچون پرهام گفته بود تو همون نشستمون که فوتبالیست بوده و حتی میخواسته بره که انشالله جزو تیمای بزرگ ایران بشه، حتی شاید خدا میده تیم ملی ایران بشه، ولی این نعمت، این فرصت از دستش گرفته شده به خاطر تصادفی که دست تقصیر خوشم نبوده، نه مست بوده نه موادی زده بوده، تصادف ایجاد میشه. یه دفعه زندگیش این رو شده بود و ایشون دیگه برای این موقتی، برای این مدت، برای این چند سال نمیتونن این کار کنن که انشالله با گفته فرشته خانم بر میگردن رو پاشونو و یه روزی موفق میشن و این کارها رو ادامه میدن. ولی من میتونم، من پامو دارم، همه اینا یه حالت واقعا قدردانی جالبی بود. میدونم بعضی موقع شاید شما این تجربه رو داشتین که ما میشینیم و با خدای خودمون یا قدرت الهی که در ما حضور داره در تماسیم و بیدار میشیم به نعمتهایی که داریم. من شبا معمولا چون دعا میکنم، نماز بلد نیستم ولی دعا میکنم، سر میذارم روی تختم سجده میکنم، بالای سجده و دعا میکنم و اکثرا اشک چشم جمع میشه وقتی ابراز قدردانی میکنم. خدا من به سلامتی، به پاکی، به دختر زیبایی که دارم، مادرم که هنوز در حیات، کاری که دارم، فرصتی که در زندگی دارم، یادم میاد اشک داره چشم میاد، باور کنید. و این قدردانی، من فکر کنم اون اگنالجمنت کردن یا قدردانی کردن، ابراز قدردانی خیلی کمک میکنه به ما که زندگی بهتری داشته باشیم، زندگی که لمس کنیم، احساس کنیم که چقدر خوشحالیم، چقدر واقعا دلایل داریم که قدردانی داشته باشیم. من به بیماران میگم هر چند محترمیان که این لیست بنویسن، بهش میگم gratitude list، چه چیزایی در زندگی داری که ازش قدردانی، و خیلی کمم گیره. من به عنوان پیشنهاد خدمت شما بینندگان عرض می‌کنم که دوستان این کارو بکنی، هفته یه بار، ماهی یه بار، دو ماهی یه بار بنویسین چه چیزایی دارین که قدردانی، و یه دفعه می‌بینین زندگیتون فرق می‌کنه و به مسائلی واقف میشین که اگه این کارو نمی‌کردین شاید پشت پشت ذهن کاذبتون بوده و مطلع نبودین و قدرشو نمی‌دونستین. امروز برهام متعهده که پاش پر کرده دیگه، از این ویلچری که نشسته روش خلاص بشه، بتونه مثل ما بلند شه، وایس قدم بزنه، بدوه، دوباره برگرده فوتبال بازی کنه، دوباره انشالله به خیلیا کمک کنه، مربی فوتبال بشه، ماشاءالله شنا خوب بلده، مربی شنا بشه، ورزشکار بشه. جوونه، نقما نصف سن منو داره، چرا که نه. و من فکر کنم شما هموطنان بتونین دستی به ما بدین، به ایشون بدین که به این هدف برسن، چون مطمئنم حالا بیشتر صحبت این خواهیم کرد که پرهام چقدر بچه متفاوتیه، متحولیه، واقعا مقال آمریکایی میگن ترانسفورم، واقعا ترانسفورمه. یک انسان معمولی با شرایطی که ایشون دارن، تجربه که ایشون داشتن، به امکان قوی آردی استفاده داده بودن به زندگی، حالا نمیگم خودشون رو کشته بودن، ولی به امکان قوی تو گوشه اتاق افسرده و مثل حبه انگور قرصاشونو مینداختن، قرصای افسردگی، قرصای ضد استراب، قرصای خواب و و و معتادم شده بودن. ولی پرهام واقعا یکی از چیزایی که پرهام جون منو در من خیلی تاثیر کردی که تو اصلا به این چیزا پناه نبردی و با این همه چالش چی میشه فارسیش؟ یه لغتی داره فارسی، من یادم میاد، مشکلات، حالا مشکلات زندگی میگه فارسی، باید خوب بهتر میشه مشکل زندگی چیز شدی؟
روبرو شدی و خودتو نام نکردی. بله خدا رو شکر من خیلی درد داشتم، یعنی واقعا همین الانم خیلی درد دارم، ولی هیچ وقت نرفتم سمت قرص یا دکتر میرفتم و من مثلا نسخه علف میداد یا مثلا ماریجوانا مدیکال به من میدادن یا مثلا خیلی چیزای دیگه، ولی هیچ وقت سمت مشروب و سمت مواد مخدر نرفتم و خدا رو شاکرم بابت این موضوع. و بحث ایمان و ارادم بود که نمیذاشت من به سمت دیگه برم، همیشه سعی میکنم وقتی درد زیاد داشتم فکرمو عوض کنم برم به سمت دیگه و خودم رو به قول معروف این درد رو تحمل میکردم، هرچند که خیلی راحت بود، قرص مینداختم بالا میخوابیدم و یا مثلا چرا استفاده کردم قرص نگم استفاده نکردم، یه قرص اوور کانتر یه موقع مثلا یه درد خیلی شدیدی داشتم یه چیزی بود و اینا یه مثلا مسکنی چیزی خوردم، ولی نه دیگه تا یه بار مثلا دو بار نه دیگه همیشه و عادت کنم بهش و بخوام برم 10 دقیقه علف بکشم و معتاد بشم، نذاشتم که اون ارادم به قول معروف ارادم نذاشتش که من همیشه اون سمتی که نباید برم، یعنی من همیشه جلوی خودم رو گرفتم و رفتم ورزش کردم، الانم خیلی ورزش میکنم مرتب، توی خونم خیلی تمرین میکنم، استخر میرم، دانشگاه میرم، خیلی فعال هستم. کدوم دانشگاه میری؟ من فولرتون کالج. ویری گود، نزدیک ما هم هستش. بره هستش دیگه. بله بریا. و داری چی میخونی الان؟ میدونم ایران لیسانس گرفتی. من مهندس عمران هستم. میجام همون رشته رو دارم میخونم. باری کلا. بچه تحصیل کرده بس. بله من عمران خوندم تو ایران. عمران چی میشه انگلیسیش؟ سیویل انجینیر. آه واو سیویل انجینیر. میدونم خیلی رشته خوبیه. انشالله برای ما تریتمنت سنتر آیندمان رو شما میسازیم. امید پروردگار. چی شد؟ یه مقدار میتونی بیشتر صحبت کنی که چی شد که کمکت کردن نجات پیدا کنی، از کمر به بالا تو بهت پس دادن ولی کمر به پایین رفت. اینا رو یکم توضیح بدی. به روزی چیزایی گفت راجع به مهره ها و نخا و اینا، اونا میتونی یکم روشن کنی. اون موقع که مثلا اتفاق افتاد داشتم میرفتم سمنان که کارهای فارغ التحصیلی مو انجام بدم، متاسفانه از ماشین پرت شدم. الان که تو عکس معلوم هستش حتی دست من آسیب دید، ولی خب مشکلات بزرگتری وجود داشت، نخواهی من خیلی به شدت آسیب دید که قادر به راه رفتن نشدم از همون لحظه که اتفاق واسم افتاد و اینا، و گفتن که واسه ادامه معالجات باید بیای آمریکا یا اسرائیل که خوشبختانه اینجا هستن. اون لحظه فقط واسه من کارهای ابتدایی رو انجام دادن، یه فیکسیشنی فقط انجام دادن در ستون فقرات و دیگه کار خاصی نتونستن انجام بدن، و خب خیلی اصلا زندگی من عوض شد، تمام دایره دوستام عوض شد، محیطم عوض شد، سطح زندگیم خیلی فرق کرد و الانم باز خوشحال هستم خدا رو شکر که با این پا با همین اتفاقی که افتاد من اومدم آمریکا، چون اگه این اتفاق نمی افتاد من همون آدمی بودم که تو ایران بودم و اکچولی هیچ کاری نمیتونستم بکنم، و این پا خیلی جایی که فکرشو نمی کردم اگه راه می رفتم منو نبردش، الان یه جایی منو برده که اصلا فکرشو نمی کنم و خوشحالم که با مردم دارم صحبت می کنم، و واقعا الان شرایطی هستش که نیاز به کمک دارم از لحاظ پزشکی یا از هر لحاظ دیگه. خودم در اورنج کانتی زندگی می کنم و خیلی زندگی به قول معروف سختی هستش، تنها هستم اینجا و خوشحالم که فقط با بهروز و فرشته آشنا شدم که به من میتونن کمک بکنم، این وبسایت رو طراحی کردم مثلا، از این بابت خدا رو شکر و خیلی خوشحال است. علی جون خواهش میکنم وبسایت رو بذارن رو صفحه تلویزیون به هر موقعی که فرصتش شد و تونستن که دوستان ببینن که بله. مرسی علی جون. این وبسایتیه که درست شده، بهروز جون درست کردم واسه پرهام، شماره تلفن اونجا هستش، همینطور که می‌بینین خود وبسایت هستش www.helpmetowalk.com که نوشته donation@helpmetowalk.com، یا میتونین بزنین همون www.helpmetowalk.com. تلفنشون هست 562 716 83 19، و اونم پرهامه که با ویلچرش میبینین اونجا وایساده، نشسته روی ویلچرش، البته ان شاءالله یه روز وایس پله ویلچرش بگه دیگه من روی ویلچر مجبور نیستم بشینم 24 ساعته. و من اگه اشتباه نکنم پرهام جان یک سلسله مراتبیه که اگه بتونن دوستان کمکت بکنن، اگه بتونی تهی کنی میتونی آمادگی بیشتری پیدا کنی، عضلاتی به کار رفته بشه که برای عمل جراحی خیلی خیلی چانس بهتری داشته باشه، و اون این حالت ای ایرون من بودنه از کمر به پایین. فیلم ایرون من رو دیدی که آهن تو بدنش بوده؟ یه دستگاهی شنیدم هست، میخوام بیشتر توضیح بدی که اون دستگاه چگونه کار میکنه، چقدر خرجشه و چگونه دوستان میتونن کمکت کنن، که گویا چند ماه هم باید ترینینگ بری برای اون دستگاه و اونم خودش یه خرج دیگه است، و بعد و یه مرحله به خصوصی که برسی و یه دکتری ان شاء الله امید پروردگار یه جراح ایرانی، میدونی که جراح ایرانی واقعا از همه جراح آمریکایی هم بهتره، که
ببینه برنامه رو یا از طریق یکی از بینندگان برنامه بهش خبر برسه که یک همچین موقعیتی هست برای خدمتگذاری برای نجات دادن یه جوان، بیدار شه و با وبسایت شما یا تلفن شما یا تلفن منده تماس بگیره و بگه من این خدمت رو برای شما میکنم و خود من هیچی نمیخوام، فقط همین اجاره اتاق بیمارستان و دستگاه بیمارستان که چند هزار دلار بیشتر نمیشه، اونو اگه بتونید یه طور بدین من انجام عمل جراحی و داوطلبانه انجام میدم. یک همچین خدمتی هم میشه سر موقعش بشه که ما بتونیم با امید خدا من یک روزی برگردیم دوستان تو این برنامه با وجود پرام جان و بایستاده و برهام بتونه با سخنرانی که میکنه خیلی ها رو نجات بده، خیلی ها رو که مصیبت هایی خیلی خیلی کمتر از این زندگیشون ایجاد شده به وجود اومده و تمام زندگیشون عوض کرده و امروز دارن از بین میرن، خیلی ها که ممکنه خدای نکرده اتفاقاتی بیفته و اگر این پیامو بگیرن به طرف مواد مخدر، الکل، چیزهای دیگه پناه نمیبرن و این خدمتی که پرام میتونه بکنه وقتی که ان شاءالله بلند شه. بس البته پرام آردی این خدمت داره میکنه، انقدر صحبت میکنه تو هر برنامه‌ای که بیاد که علارغم تمام این دردها فقط یه اوورد کانر یا تایلانو یا آسپرینی ادولی استفاده میکنه، هیچ موقع داروهای نسخه‌ای که مورفین توش استفاده نمیکنه که به ضرر خیلی از اون دکترها و کمپانیای فارماسیوتیکال کمپانیه. و من امیدوارم که این موقعیت شما درک کنین که چگونه نجات دادن یک جوان میتونه باعث بانی نجات دادن خیلی های دیگه بشه، خیلی از جوانای دیگه ای که با یه تصادف کوچیک، با یه دفعه یه چیز سنگین بلند کردن و کمرشون یه ذره درد کردن، میرن به دکتر میگن، دکتر یا به قول خودشون نسخه مروانا می‌نویسن که پرام گفت نه احتیاج ندارم، بهشون میدن یا قرصای دردآور یا امروزا میدونین حتی دندان پزشکا برای عمل جراحی میکنن اکسیکاتن میدن. اکسیکاتن ما بهش میگیم سینتتیک هروئین، یعنی هروئین شیمیایی. دندون پزشکا به خودشون اجازه میدن که به یکی که دندونش میکنن یا رود کانال میکنن اکسیکاتن میدن. من دندون پلن داشتم، ایمپلنت داشتم، آیبوپروفن 800 خوردم. من هپاتیتیس سی داشتم، باید اینترفرون استفاده میکردم که داغون میکنه آدمو، هپاتیت برای درمانم آیبوپروفن 800 خوردم. یه دونه کدئین هم نخوردم. ولی دکترها خداشونه مثل حبه انگور بنویسن، میدونی که چقدر یه مقدار نمیشه میسن، هم شما رو به خودشون معتاد میکنن که مرتب باید به نسخه بگیری، هم از کارخونه های فارم شیمیایی بشیم یا داروساز ها کارخونه های داروسازی کیک بک میگیرن سالی 30 تا 40 تا 50 تا، بس که چقدر براشون بفروشن. یعنی یه ماشین فروش که هرچی ماشین بیشتر بفروشه بیشتر میتونه پرسنتاش بگیره، پول بگیره. دکترام اینطوری، خیلی دکترها متاسفانه به خاطر پول خوش رو میفروشن. ولی اگه پرهام بتونه پیام قوی بده که تا حالا داده به جوانای شما، به پدر مادرای شما، پدر بزرگ مادرای بزرگای شما که اونا متاسفانه خیلی راحت میتونن به این قرص معتاد بشن، باور کنید من هفته یکی دو تلفن میگیرم از خانواده ایرانی که پدر بزرگ مادر بزرگ به قرص معتاد شدن. پدر بزرگ مادر بزرگ به قرص معتاد شدن، قرصا توی مدیسن کابینت، حتما بزنین کی دیگه معتاد شده؟ بچه‌هاشون. بچه‌ها این روزا از مدیسن کابینت های شما، داروخونه های اتاق شما یا دستشوی شما میرن و قرصایی که دکتر نوشته برای اون شخصی که اشکالی داره، حالا دندونشه، کمرشه، بیخوابیشه، هرچی دردهای دیگه است، میدزده و اون هم نشه میشه، هم تو مدارس اون قرصا رو دونه 60-70 دلار میفروشن. اکسیکاتن 85 دلار تو بیولیز، 85 دلار، البته خودتون میرین بخری با نسخه 10 دلاره ولی تو بیولیز 85 میفروشن، شهرهای معمولی 60 دلار. میچ حالا بعضی میگن بیزنس بعدی نیستش، ولی خدا کنه که اینطوری از من پیامو نگیرین، ببینین که چگونه به چه طریق بچهای شما آلوده میشن و میرن پول دستشون میاد، که میدونین پول دست اومدن برای یه بچه 16-17 ساله بهترین قدرتی که فکر میکنه باش هر کاری میکنه، به پول، به قدرت، به مواد، همه اینا لایف استایل معتاد میشه و آنستش شروعش هم از پدر بزرگ یا مادر بزرگی بوده یا حتی پدر مادر که به خاطر دندون درد یا کمر درد یا هر چی هر بیماری این قرصا رو قشنگ گذاشتن توی مدیسن کابینت. این تحولی که در این دنیا باید ایجاد بشه امثال من به خاطر تجربه‌مون علمون و امثال پرهام به خاطر تجربه زندگیش
که چگونه جنگیده میتونه به شما و بچه شما برسه، به شما خانواده ها برسه این پیام که بیدار شین و این قرصا رو اینطوری نگیرین، فارماسوتیکال کمپانی ها رو سپورت نکنین، دکترا رو اینطوری سپورت نکنین و موقعیت ایجاد نکنین که خودتون معتاد بشین و موقعیتی که خدا نکرده بچه هاتون. میبینید چقدر این مسئله به هم دیگه ربط داره؟ برای همینی که من پرهام آوردم اینجا، برای همینی که با اینکه خودش هیچ موقعی موادی نزده و معتاد یا الکلی یا سیگاری هیچی نبوده آوردم تو برنامه خودم دارم باش مصاحبه میکنم، بله که بگم این همه مصیبت، این همه ناراحتی، این همه درد، بازم میتونه یکی بگه نه من نمیخوام خودم بفروشم، نه من نمیخوام برای این دکتر باعث بشم به یه مرسدس بنز دیگه بخره یا خونش رو ببره بغل دریا اوشودیو بکنه، من نمیخوام کمک کنم، من نمیخوام پدرم مادرم زرچ بشن که منی که ناخوشم و بیماری طبی دارم الان معتادم شدم، من نمیخوام این کار کنم و واقعا این کار تو، این تعهد تو من خیلی تحت تاثیرم. همیشه زمینه واسه من وجود داشته، یعنی من بهانه‌شو داشتم، زمینه‌شو داشتم که به یه بهانه بگم خب حالا که اینطوری شده و این ناراحتی به وجود اومده و این درد به وجود اومده، بهترین بهانه بوده که خودم رو به سمت یه چیزی یعنی ول بدم، یعنی راحت برم سمت یه قرصی بندازم بالا، مثلا قرصای حالا آمفتامین و یا این قرصایی که تو این زمینه هست، یا مثلا بخوام علف بکشم یا مثلا کاری انجام بدم یا خودمو معتاد به نوشیدنی‌های الکلی و اینا بکنم، ولی هیچ وقت خدا رو شکر تا این لحظه که تونستم مبارزه کردم با خودم و یعنی بیشتر وقتمو تو ورزش تلف کردم یا تو درس گذاشتم وقتمو و به قول معروف نرفتم به اون جایی که نبودم، به انحراف کشیده نشدم، از این بابت خدا رو شکر. بعد من سیامک جان میخواستم بگم که وقتی که پرهامو دیدم خیلی دلم میخواست به یه افرادی آشنا معرفیش کنم، دکتر، هر کسی رو میشناسم توی اورنج کانتی، دوستان عزیزی داشتم که پرهام جان رو معرفی کردم بهشون و تمام مدت تلاش من این بوده که چه در زمینه پزشکی چه در زمینه مالی و یا اینشورنسی هر کمکی شما میتونید بکنید، خواهش میکنم با وبسایت و تلفن ایشون تماس بگیرین، خیلی راه و فستر میکنه وقتی که ما دست به دست هم دیگه بدیم تماممون. پرهام جا داره، نخواهش از بین نرفته، فقط آسیب دیده. Major surgery can save پرهام. و مسئله دیگه اش آرگو رو توضیح بدم. بفهمید. یه دیوایسی هستش که در وبسایت هم هستش. اگه شما مراجعه بفهمید به وبسایت من که هستش helpmetowalk.com، تو مثل نمبر 2 هستش. یه دیوایسی هستش به نام آرگو ریوا که من با پوشیدن اون وسیله بعد از گذراندن تقریبا یه دوره 2 ماهه قادر خواهم بود که تا حدود این پاها رو فانکشنال نگه بدارم و بتونم چند قدم بردارم، یعنی از پله برم بالا بیام، از این حالت نشستن، از این حالت خمودگی بیام بیرون. و خدا رو شکر یه همچین دیوایس رو درست کردن. این دیوایس هزینه‌اش خیلی سنگین هستش و چندین هزار دلار هستش و نیاز داره به کمک و یه ترینینگی باید ببینم که بعد از گذراندن این ترینینگ کسی که مثل من هستش میتونه وسیله رو بپوشه و با کمک کامپیوتر قادر خواهد بود که بیسته و چند قدم ورداره. میشه بگی هزینه‌اش چقدر لطفاً پرهام جان؟ این چیزی که به من گفتن 65,000 دلار هزینه این دیوایس هستش و خب این دیوایس خیلی دیوایس کاملی هستش، دیگه از ویلچر استفاده نمی‌کنم، پاها رو میتونم فانکشنال نگه بدارم، تمام بدن حرکت بکنه، از این حالت نشستگی و خمودگی بیاد بیرون. اسم دیوایسش هستش آرگو ریواک، مال کشور اسرائیل هستش که الان به محله فروش رسیده و خدا رو شکر میدونم که باز یه وسیله هستش، یه راهی وجود داره که آدم میتونه حرکت بکنه، از این راه به قول معروف خود وزنش کم بشه، سلامتش به دست بیاره. و اگه اشتباه نکنم این شما رو اندازه بدنی عضلانی و نخا همه اینا یه مقدارم آماده میکنه واسه عمل جراحی. بله کمک میکنه. چون الان مدت هاست البته خدا رو شکر که شما شنا میکنی، وزنه برمیداری. بله. و من میخوام دعوتت کنم که مرتان هم با من ثبت نام بکنی ویلچر. نه جدی میگم، چون میبینم عضلات قوی داری. بله. و که موقع میتونی هم شکمت هم دست بدی و اینکه زیاد کار میکنی و تمام عضلات بدن که احتیاج هست بیشتر قوی بشه، قوی بشه که آمادگی بشه، آمادگی ایجاد بشه برای اون عمل جراحی که صحبتش میکنی. اگر ویلچری میشناسین که برای مسابقات 2ه، میدونی که تمام ماراتون ها کاتگوری ویلچر هم داره که من واقعا خیلی تحت تاثیرم. من بوده 76 تا ماراتون انجام دادم از وقتی که پاک شدم و هر موقع که ماراتون شروع میکنه قبل از ما ویلچریا شروع میکنن
قبل از دونده ها ویلچری ها شروع میکنن و خیلی جالبه که وام میشه ماها نگاهشون میکنیم، مثلا معمولا 70 80 تا هستن و بعضیشون خیلی لاغر، بعضیشون خیلی کوتاه‌تر، اصلا خیلی عجیبه، ولی عضلات دستشون انقدر قویه، برای من واقعا قابل تعجب. و اینا مثل ماشین میرن خون انقدر تو میرن. آقای افشار، من همیشه به پرهام میگفتم که پرهام جان تو الان پاتو فعلا از دست دادی، ولی مایندتو از دست ندادی. و همین دو ماراتون که میفرمایین روی ویلچر خیلی قشنگ انجام میدن، چون واقعا با مایندشون دارن اون سرعت رو میرن. اینه که مایند ما خیلی قویست، قدر این مایندتون رو بدونین و بیاین بکارین توی مایندتون بهشت رو، کمک به هم دیگر رو و پیروزی بر هم. مایند چی میشه؟ ذهن. بله، مغزمون، ذهنمون، فکرمون، افکارمون، باورهامون، اینا همش میتونه تقویت بشه با پرورشش، با رفتن به یوگا، مدیتیشن، خوندن اون کتاب ها، کلاس های ترانسفورمیشنال، افرادی مثل پرهام صحبت کردن، دوست شدن، جدی میگم 100% افرادی مثل فرشته خانم که کارش اینه و پرورش روح میکنه، روح و روان با مدیتیشن مداخله میشه، نه مراقبه، فارسیش میشه مراقبه. و این صحبت ها چون واقعا تاثیر داره و عکسش هم هست متاسفانه، یک ذهن، مغز، روان، باورهای ناسالم یا ناخوش یا بیمار، بدن هم ناخوش میکنه. ما میگیم سایکوسوماتیک سیمتوم. و همونطور که اواسط برنامه خدمت دوست کنم، چیزی که من واقعا تحت تاثیر قرار داده این باورهای سالم و قوی و متحولیه که پرهام داره، که باعث شده که ایشون تسلیم نشه و رزیگنیشن یا استعفا نده به زندگی، مثل خیلی ها که ویلچری دارن. من باور کنیم بگم تا حالا 30-40 تا اخراج نکردم، بیمارای معتاد ویلچری داشتم و اینا وقتی که به ویلچر دستشون میرسه دیگه گیواب میکنن، معتاد میشن و فروشنده هم میشن. 3-4 تا فروشنده سیاپوس من چیز داشتم، یکی هم مکزیکی بیمارم بودن که هم معتاد بودن هم فروشنده بودن تو بیمارستانه که کار میکنم. من 13 تا جای متفاوت کار کردم، خیلی برام عجیبه. و اونا دیگه به هیچ عنوان امید این که یه روز زندگی معمولی بکنن نهرن، فقط فهم میکنن که همینطوری ویلچری هم تا آخر عمرشون دیگه استعفا رو دادن و خودشون هم معتاد شدن و تازه خیلیشون مواد هم میفروشن. این حالا ببینید، ما این موقعیت و این امکانات رو پرهام هم داشت و من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم که این جوان از اون امکانات استفاده نکرد. بعد دتزه میخواد یه روز هم پایینش وایسه و میخواد به تمام دنیا بگه که شما هم اگه بیماری جسمی دارین مجبور نیستین خودتون رو بفروشین به اون بیماری و استعفا بدین، شما میتونین همچنان بجنگین، شما میتونین یه روزی سلامتیتون رو بازیابین و معتادم نشین و شما پیامی دارین که بدین. فرشته خانم حرف خوبی زدن اول برنامه که شاید پرهام واقعا باید این مسیر رو طی می‌کرده، باید یه زمان متفاوت ولی موقتی از پاهاش نمیتونست استفاده کنه که از این طریق بتونه هزاران هزار نفر دیگر بیدار کنه، پیشگیری کنه از هزاران مصیبتایی که در زندگی پیش میاد. بله، من الان در حال حاضر یه آرزو دارم که واقعا در جهت سلامتی به من کمک بشه، حالا با تهیه این وسیله یا از طریق جراحان متخصصان که هستن و اینا، پزشکای حاضری داریم در کشورمون در اینجا همچنین، که به من کمک بشه یا به قول معروف با اون دستگاهی که بتونم حداقل پامو فانکشنال نگه بدارم. و آرزوی بعدی من این هستش که به کسایی که تو این زمینه هستن بتونم کمک بکنم، یعنی حالا مخصوصا به کسانی که معتاد هستن به مواد مخدر یا به الکل یا به چیزای دیگه، من کمکشون بکنم که همیشه ارادهشون قوی باشه و این باعث نشه یه مسئله که حالا من میبینم خیلی کسایی که حتی راه میرن سالم هستن، هیچ مشکلی ندارن، خیلی راحت قرص میندازن بالا یا به قول معروف خیلی راحت مواد مخدر مصرف میکنن، دقیقاً اعتیاد شدیدی به مشروبات الکلی دارن، تراپیستای زیادی میرن، هزینه زیادی صرف میکنن در این زمینه. من خدا رو شکر میکنم که خدا رو شکر تا این لحظه به این چیزا، یا حداقل ببخشید من فرمایشتون پرام جون، حداقل افسرده میشن به قرصای ضد افسردگی آنتی دیپرسه معتاد میشن و بعد اونها یه بعدی بوده کار نمیکنه و شبا نمیتونن بخوابن، بعد به قرصای خواب آور که اون مورفین زاست
تمام قرصایی که شما رو خواب میکنه مورفین زاست، یعنی بدنن هم شما رو معتاد میکنه، وابسته میکنه. قرصای ضد افسردگی نه، ولی قرصای خواب آور و قرصای آرام بخش. بعدن استراب زندگیشون میاد، چون همش افسردگی، بیخوابی، ناراحتی، بعد استراب و التهاب و تشوش، اون موقع به قرصای ضد استراب پناه میبرن، زنکس و خانواده‌های باربیتورات و غیره، که اونا هم همه مورفین زاست و اعتیاد آوره. یعنی ببینید چگونه این زنجیره میتونه یکی واقعا از اسیر کنه. ولی ایشون حتی به افسردگی هم تاثیر نگفت، نه من جوانم، من نمیخوام افسرده بشم، 100% نمیخوام قرص هم استفاده کنم، من میجنگم، من زندگیمو پس میدم. خب این یه پیام خیلی قویه دیگه، ارزش حمایت داره. برای همینه که فرشته خانم، بهروز خان، همسرشون متعهد شدن، بنده خودم متعهد شدم، چون پیامیه که میخوایم به شما برسونیم، به شمایی که دارین برنامه ما رو نگاه میکنین، شاید خودتون یا پدرتون یا پدر بزرگ مادر بزرگتون یا مادرتون یا فرزندانتون خدای نکرده الان به این مسائل گرفتار شدن، یا ممکنه خدای نکرده 4 روز دیگه تصادفی بشه، یه اتفاقی بیفته و بعد به خاطر اون اتفاق به این مسائل ادامه بدن. ما میخوایم پیشگیری کنیم از همه اینا. ببین چقدر زندگی ها میتونه نجات پیدا کنه، چقدر از این عواقب میتونه پیشگیری بشه اگه پیامی که ما داریم میدیم همچنان ادامه پیدا کنه. پرهام بتونه بیاد اینجا مرتب بگه چقدر متعهد خودشو، پروگرسشو اینجا میگه، چگونه انشالله اون آیرون من پاها رو گرفته و الان قدم میزنه و چگونه داره ترین میشه، آماده میشه برای عمل جراحی، یه روز بیاد بگه که بله جراحو پیدا کرده و فلان روز روز جراحیشه، بعد انشالله جراحیش انجام بده و بهبودی بگیره، بیاد اینجا برنش وایس خودش. این معجزه رو همچنین همگی با هم دیگه میتونیم کرییت کنیم، ایجاد کنیم و تجربه کنیم. بله آقای شما گفتید، پدرم همیشه میگفتش که زندگی مبارزه است. من قبول دارم شرایطم و بعد میدونم خیلی شرایط سخت هست، ولی منم میجنگم، مبارزه میکنم و هیچ وقتم به انحراف کشیده نمیشه. حالا مواد مخدر میخواد بشه، نوشیدنی الکلی میخواد بشه، یا هر چی میخواد بشه، ولی تلاش میکنم که به قول معروف اون هدفی که دارم مثلا من مهمه که به هدفم برسم و دوباره بتونم روپا بشم. سعی تلاشمو دارم میکنم که به هدفم برسم. آقای افشاری، تجربه داشتم از مدیتیشنایی که داشتم، این که به همه بچه‌هایی که میمدن کلاس مدیتیشن میگفتم خوردن مشروب و استفاده از مواد مخدر و یا قرص فراری است از خود، و اصولا ما انسان‌ها وقتی خودمون رو گم میکنیم حالمون بد میشه یا احساس افسردگی میکنیم، به محضی که باز با خودمون کانکت میشیم حالمون خوبه. مدیتیشن دقیقاً برعکس مواد و مشروب کار میکنه. مدیتیشن همون 45 دقیقه که با هم هستیم ما رو به خودمون نزدیک میکنه، ولی مشروب متاسفانه ما رو از خودمون دور میکنه. عشق به خود ما رو به خدا میرسونه. به هر حال خیلی ممنونم ازتون آقای افشار که همچین موقعیتی رو قرار دادین که ما بتونیم از مردم عزیز بخوایم به پرهام کمک کنن و پرهام ها. من تقاضام از شما اینه که چند دقیقه آخر برنامه که مونده با ما تماس بگیرین، شماره تلویزیون استودیو رو صفحه تلویزیون هست، بله دارم ببینم، و الان دوباره وبسایت پرهام هم گذاشتن، اطلاعات رو از روی وبسایت بردارین، از روی این صفحه تلویزیون بردارین که با پرهام تماس بگیرین، و پایینش هم شماره تلفن تلویزیون هستش و با ما تماس بگیرین و ما بگین که چه تأثیری این برنامه در زندگی شما گذاشته. آیا شما تجربه نظیر اینو دارین؟ آیا جگرگوشه دارین که خدای نکرده بر اثر تصادف یا عمل جراحی یا هر چی یک نوع بیماری های طبیعی به قرص وابسته شده، یا از بیخوابی یا استراب به قرص وابسته شده؟ آیا شما خودتون وابسته شده بودین و یا هستین و امروز این برنامه شما رو تحت تاثیر قرار داده به این نحو که دیگه میگین من نه، من میخوام ترک کنم، منم میخوام به پرهام ملحق بشم، به پرهام بگم پیام تو من تاثیر گذاشته پرهام جان،
آیا شما کسی میشناسین که با پیامی که امروز گرفتین برین به دستگیریش کمکش بکنین؟ آیا شما یه دکتری میشناسین که بیاد به پرهام کمک بکنه؟ آیا کسی میشناسین که الحمدلله وضع مادیش خوبه بتونه یه مقداری از این مخارج قدم زدن پرهام و قدم زدن دوباره پرهام رو فراهم بکنه و برای گرفتن اون دستگاهی که پرهام میتونه باش راه بره؟ به چه نحوی میتونین با پرهام با ما همکاری بکنین؟ چقدر در شما این بیداری ایجاد شده امروز؟ این برای من خیلی مهمه. البته میدونم چندان وقت نیست و اشکالی نداره اگه نتونستین با ما تماس بگیرین، بعدها شماره آفیس من اونجا هستش، شماره پرهام بارها گذاشته شد، شماره ببخشید وبسایت پرهام داده شدش که همون www.helpmetowalk.com که نوشته donation@helpmetowalk.com با پرهام تماس بگیرید. برید رو وبسایت، اون وبسایت میتونید همونطوری دونیت کنید، میتونید به هر نحوی خواستین کمک کنید، هر طوری اگه شاید بتونید به پرهام کمک کنید یه جای بهتری پیدا کنه. الان موقعیتی که زندگی میکنه زیاد مناسب نیست. من کاش یه خونه در اختیار داشتم و یه اتاقش در اختیارش میذارم. ما خودم یه جای هستیم که کار میکنیم، من همون جای سر کارمون زندگی میکنم و برای معتاد الکلی از جای پرهام نیست الحمدلله، ان شاءالله که هیچ موقع هم نشه. ولی اگه یه خونه داشتم واقعا، یه اتاق قشنگ شیکی داشت و ویلچر میتونست بره توش، چرا نه به پرهام اجازه میدادم بیاد اونجا زندگی کنه به جای اینکه توی سینگلی زندگی میکنه. من دیدم ولی شنیدم که زیاد مناسب نیستش. ولی واقعا بازم بخوام یه بار دیگه بگم، علی‌رغم یه همچین موقعیتی که لحاظ اقتصادی زیاد مطلوب نیست و پسندیده، ولی پرهام روحیه‌شو از دست نده. روحیه که ایشون داره واقعا تکان دهنده است برای من که چقدر قشنگ داره زندگی میکنه، با زندگی چقدر خوشحاله. من یه دفعه ندیدم ناله کنه برام، چند دفعه که باش آشنا شدم یا تلفنی، همیشه سر حال، همیشه خوشحاله، همیشه مثبته، همیشه میخواد پیام برسونه. و این خودش خیلی معجزه ایه واقعا. خیلی ها یک دهم مشکلات پیام برامو ندارن، آردی 6 متر زیر زمینن، خدای نکرده، یعنی تحصیب شد یا خوشون کشتن یا یه طوری از بین رفتن یا معتادن دارن از بین میرن. ولی امروز ما یه همچه فرصتی داریم که نه تنها پرهام بتونه خودش بلنش سر پا وایسه و زندگی بهتر پرقدرتی داشته باشه و با ثمره بیشتر، بلکه واقعا خیلی کم بگم صدها نفر میتونه نجات بده. همه طوره میتونه پیامیشو میتونه کوه و تکون بده، چطور که فرشته خانم و بهروز خانم و من و هر کسی که باش آشنا شده امروز تحت تاثیر قرار گرفته و میخواد هر نوعی کمک کنه. خب وقتی که ایشون بتونه باشه سر پا وایسه و بیاد تو تلویزیون خب سر پا وایسه و صحبت مسائل مطرح کنه و چگونه زندگیش تغییر یافته، تو سمینارهایی که ما میذاریم بیاد سخنرانی بکنه، این چه امیدی به اون بچه های معتاد میده که به خاطر یه ذره درد روحی روانی به مواد مشروب و غیره پناه بردن، با شنیدن دردهایی که ایشون تجربه کرده و هیچ موقع به مواد پناه نبرده، خب امید در اون ایجاد میشه. بله، من حتی یادم آخرین باری که دکتری رفتم به من ترمادول داد که خیلی قرص سنگینی بود و بله میدونم، من که گفتم اگه میخواستم معتاد بشم و این داد خیلی زودتر از اینا با تسلیم میشدم، ولی خب خدا رو شکر تا این لحظه که نرفتم سمت هیچ قرصی و فقط با ورزش خودم و روحیه‌مو نگه داشتم، از بابت خیلی ممنون هستم، خیلی خدا رو شکر میکنم. خب به تقریبا برنامه میرسیم، یه به قول آمریکایی پاردین شادی، یه پیام قوی هیچ کدومتون دارین؟ آخرین پیامتون رو بفرمایید به هموطنان، چیزی که به نحوی که بتونن به شما کمک کنن، به خودشون کمک کنن، از این پیام چگونه سرمخش بگیرن برای زندگی خودشون، اگه دوست دارین هر کدومتون بگین. تا قبل از من که میگم فقط هر اتفاقی واسه آدم افتاد تسلیم نشه و خدا رو داشته باشه، آدم به یاد داشته باشه خدا رو و تلاش بکنه. زندگی مبارزه است، آدم باید بجنگه تا آخرین لحظه و از همیهنان از خواهش بکنه اگه واقعا کمکی هستش، اگه واقعا از هر جهت لازم علمی لازم پزشکی به من میتونه کمکی بکنه، از طریق وبسایت من که helpmetowalk.com هستش کمک کنن، خیلی ممنون میشم. منم ان بتونم این خدمتی که مردم میکنن رو یه روزی یه جایی به قول معروف صادقانه این خدمت رو برگردونم و کمک کنم دوباره خودم هم بانی خیر بشم، به قول معروف بتونم کمک بکنم کسایی که مثل من هستن، کسایی که رنج زیادی دارن. به تشکر میکنم از آقای سیامک افشار و بهروز و فرشته عزیز که در راه اندازی بهشاد به من خیلی کمک کردن. دستتون درد. من فقط میخوام بگم که زندگی ما و سرنوشتمون
خیلی به سمت اینتنشن و قصدهای ما میره جلو. یعنی یه روزی اگه من قصد کردم که واقعا دلم میخواد پرهام را بره، دیدم واقعا تمام وسایلی داره فراهم میشه، دیدار با آقای افشار، اتفاقاتی افتاده که ما الان اینجا نشسته باشیم و قلب شما رو تاچ کنیم. شما هم مثل ما هستین، ما هممون یکی هستیم و دوست داریم به هم کمک کنیم، هستیم که کمک کنیم. خیلی ممنونم ازت. یادآوری هم بکنم دوستان گرامی که واقعا تمام این برنامه، این فرصتی که هست که ما تونستیم بیاییم اینجا و از این طریق پیام بهبودی یا یه زندگی بهتر به 4 تا از هموطنان برسونیم، واقعا خانم تهرانی هستن، همسرشون علی آقا و بزرگواری اینا که اگه اینا این بزرگ منشی بزرگواری رو نداشتن، این میهن دوستی رو نداشتن، ما نمیتونیم حتی این یک ساعت برنامه رو داشته باشیم. من جاشو که من تشکر کنم از صمیم قلب واقعا از تلویزیون تایم و محبتی که دوستان دارن و مسئولان تلویزیون دارن برای ما، تعهدی که اونا دارن برای جامعه که از هر طریقی که ما میتونیم بتونیم خدمت بکنیم، واقعا سپاسگزارم. و دیگر اینکه میدونین یک در لس آنجلس همکار بنده دکتر شمسیان گروپ خانواده ها رو داره در شهر سانا مونیکا، میتونین با همون 949-910-3585 آفیس بنده تماس بگیرین و آدرسشو بگیرین، چون گروپ خانواده ها در مورد مسائل اعتیاد و غیره هست، ما برای حفظ گمنامی افرادی که میان اینجا آدرس روی آنتن نمیدیم، ولی پشت آنتن هر کی که با یه مسئله اشکالی داره و میخواد کمک بگیره میتونم من بهشون بدم. پنجشنبه هم تو ایرواین هستیم و خیلی دوست دارم این پنجشنبه اگه امکان داشت پرهام جون، فرشته خانم، بروز خان تشریف بیارن، میتونین بیان از نزدیک باشون، آشنا بشین، دستشون رو فشار بدین و دوستیتون رو ایجاد کنین و ببینین چگونه میتونین با دوستان همکاری بکنین. و گروپ ما گروپ خانواده هاست و خیلی خوشحال میشم که چند نفری بیان اونجا و بگن از طریق تلویزیون تایم تیوی و پیام گرفتن اومدن. یک دنیا ممنون که با ما بودید. از علی آقا برای کارگردانی خوب تشکر میکنم، کارگردانی فنی برنامه، و دوستانی که محبت کردین اومدین، واقعا برنامه ما رو خیلی پرمحتوا کردین. خدا نگهدار. خدا برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.